دانشمندانی که در صف اول مبارزه با همه‌گیری کرونا هستند. گفتگو با پردیس ثابتی، متخصص ژنتیک و ویروس شناسی. از معماری در ایران تا مهاجرت به آمریکا، بهناز فرحی از تلاش‌هایش برای پیوند بین معماری و فناوری می‌گوید. و معرفی ایران به خارجی‌ها با مرور خاطرات کودکی، نویسندگان زن مهاجر از کتاب‌هایشان می‌گویند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. پردیس ثابتی، متخصص ژنتیک و ویروس شناسی، از جمله دانشمندانی است که در صف اول مبارزه با ویروس کرونا است. خانم ثابتی کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن برای تشخیص سریع کرونا طراحی کرده و همزمان تلاش می‌کند که جهان را برای واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های احتمالی در آینده آماده کند. او همچنین یکی از دانشمندانی است که با به خطر انداختن جان خود موفق به شناخت ساختار ژنی و منشأ ویروس کشنده ابولا شد. شیدا هوشمندی با خانم ثابتی درباره یافته‌ها و تلاش‌هایش برای علم ژنتیک و ویروس شناسی گفتگو کرده. کتاب‌های تاریخ علم پر است از نام مردان دانشمند: نیوتن، انیشتین، داروین، هوکینگ و برنرزلی، و این فهرست ادامه دارد. از دانشمندان زن اما در تاریخ علم کمتر می‌شنویم. سال 2020 است و هنوز این تصویر بیشتر لابراتوارهای رشته‌های علمی و مهندسی در دانشگاه است. تصویری که نشانگر حضور کمرنگ زنان در این عرصه است. از کل پژوهشگران حوزه STEM یا همان رشته‌های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی، کمتر از 30% زن هستند. همین نسبت در دانشجویان رشته‌های مانند مهندسی و ریاضی دیده می‌شود. زنان فعال در این حوزه ها کمتر از پژوهشگران مرد مقاله تحقیقی منتشر می کنند و کمتر هم حقوق می گیرند. این شرایط اما زنان دانشمندی مانند پردیس ثابتی را مایوس نکرده. استاد ایرانی دانشگاه هاروارد و از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس شناسی در جهان. Reedy Terrell said to me when I was having one of my worst moments where it was just awful. And I was like, why would I come in for this torture on a daily basis? And she said, for me, for everybody else, if you leave, like, what does that say to us? And so I hate to break it to you, but it's not about you. It's about, you know, everybody that comes behind you. And that stuck with me. خانم ثابتی یک سال است که با آغاز همه‌گیری کووید 19 16 تا 18 ساعت در روز کار می‌کند تا روش جدید و سریع‌تری برای تشخیص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا پیدا کند. لابراتوار ثابتی در هاروارد با همکاری دانشگاه MIT یک کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن طراحی کرده. از طریق این کیت میتوان هزاران آزمایش را به صورت خودکار انجام داد و نتیجه هر آزمایش را همان روز مشخص کرد. تیم خانم ثابتی همزمان تلاش میکند که جهان را برای همه‌گیری‌های جدید ویروسی آماده کند. داریم دیاگنوستیک درست میکنیم که ویروس ها پیدا بکنیم. داریم با ماتماتیک کار میکنیم. ما خیلی از این الان این اپ ها که همه حرف میزنن، اپ 6 سال پیش شروع کردیم درست کردن این اپ، که یه چیزی که نمیدونم دیگه تو فارسی میگن machine learning یا artificial intelligence. تو لب ما خیلی این کارا میکنیم که استفاده کنیم خیلی تکنولوژی ماتماتیک با کامپیوتر که بتونیم کمک کنیم که تندتر هم پیدا کنیم که چیه آدم دارن یا آدم مریضه چی دارن، بعدن به همه هم بگن. تشخیص سریع و هشدار به موقع درباره همه‌گیری جان میلیون ها نفر را نجات می‌دهد. کاری که پردیس ثابتی چند سال پیش اینجا در غرب افریقا انجام داد، گوشه ای از جهان که ویروس ابولا بی صدا مرگ را تکثیر می‌کرد. تو 2012 یه پیپرم پابلش کردم با لب من که گفتیم که این ویروس ها هستن، ما فقط
جوری نداریم که پیداش بکنیم. ما رفتیم تو هم نایجیریا تو سیرالیون شروع کردیم کار کردن تو اباد سنگال کار کردیم که این لبا کمک کنیم که بهتر میتونن چیزا پیدا کنن. تو 2014 هست ایبولا آمد، این لبا که با ماشون کار میکنیم هم تو نایجیریا هم تو سیرالیون اولین کیس تو کشور پیدا کردن. همه اول فکر کردن ویروس هی از حیوانا دارن میان، این داشتیم نگاه میکردیم خیلی نشون داد که نه، این ویروس تو آدما هست الان، از آدم به آدم دارن میرن. بعد عوض کنی چطوری داری میری. بعد نشون دادیم که این ویروس 200 میوتیشن داشته بود. این به دنیا دیتا بود که به دنیا نشون داد که این ویروس داره عوض میشه و تند کار بکنیم. پردیس ثابتی در مسیر مبارزه با ویروس ابولا بعضی از دوستان و همکارانش را از دست داد، موضوعی که انگیزه نوشتن این آهنگ شد. پردیس ثابتی در این قطعه میگوید که همه ما در این مبارزه با هم هستیم. یکی از تلاش‌های اخیر پردیس ثابتی آماده کردن نظام آموزشی و کودکان برای پاندمی‌های بعد از کرونا است. او از آموزش در اینجا، مدرسه کوچک در ایالت فلوریدا آغاز کرده. قدمی که به گفته او هر قدر کوچک کمک می‌کند تا جان‌های کمتری در همه‌گیری‌های بعدی از دست برود. پردیس ثابتی امیدوار است که با تلاش‌های علمی‌اش بتواند به ایران، زادگاهش هم کمک کند. وطنی که به اجبار از آن دور شده، چون پدرش قبل از انقلاب از مقام‌های ارشد حکومتی بود. تو تهران به دنیا آمدم، بعدن سر 2 سال آمدم آمریکا. من ایرانی هستم و من خیلی کشور خودم دوست دارم، میخوام کمک کنم. تو لب خودم ایرانی خیلی زیاد دارم، بعدن میخوام آدم ها که تو لب من میام اونم میخوام انسان کنم که برن آدم دیگه کمک کنم. انسان هستن، بعدن کمکشون کنم که بگم چطوری میتونی تو آمریکایی میگن paid forward، تو یه چیزی خوب بکنی واسه یه آدم که میتونی خوب بکنه واسه آدم دیگه، اینطوری میکنی. او بی سر و صدا کارهای انجام میدهد که جهان را دگرگون میکند. نمونه زنی دانشمند در دورانی است که هنوز فرصتهای برابر برای زنان و مردان در علم و فناوری مهیا نیست، اما او به ارزشهای خود وفادار است. من مثل نیستم که میگم مردی یا زنی، من آدم انسان دوست دارم. به بچه جوونم میگم نه، دنبال نکن که من چیز باید خیلی بزرگ بکنم، برو یه آدم کمک کنی، بعدم میبینی کجا میره، خیلی جالب تر میره. شیدا هوشمندی، بی بی سی. بهناز فرحی، معمار و طراح، حدود 10 سال پیش برای گذراندن فوق لیسانس دومش در رشته معماری راهی آمریکا شد. او در این راه با چالش‌های مهاجرت و سبک آموزشی جدید روبرو می‌شود که به گفته خودش کمک می‌کند تا خود را به عنوان یک زن بهتر بشناسد. او با طراحی‌های تعاملی‌اش توانسته بین معماری و صنعت مد تلفیق ایجاد کند. خانم فرحی در گفتگو با فرن تقی‌زاده با بیان گوشه‌ای از فعالیت‌هایش تلاش کرده تا راهی برای نسل جدید زنان ایرانی به تصویر بکشد تا آنها نیز بتوانند در دنیای تکنولوژی نور تازه‌ای بتابانند. سلام، اسمم بهناز فرحی هستش، من معمار و طراح مقیم لس آنجلس هستم. بعد از اینکه معماریم رو در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی تو تهران گرفتم، اومدم آمریکا برای اینکه فوق لیسانس دومم رو در رشته معماری از دانشگاه USC بگیرم. بعد از تموم شدن اون PhDم رو در رشته میدیا آرت از دانشگاه USC گرفتم و در حال حاضر هم استاد دانشگاه کالیفرنیا استیت لانگ بیچ هستم. پروژه ماسک‌های من از نقاب زنای بندری جنوبی ایران الهام گرفته. از لحاظ طراحی برای من خیلی جالب بود که به طراحی این نقاب‌ها نگاه بکنم، به خاطر اینکه این نقاب‌ها تمام صورت رو به غیر از چشم‌ها می‌پوشوند. بنابراین چشم‌ها به یک المان تاثیرگذار و مهم برای ایجاد ارتباطات در واقع استفاده می‌شده.
این ماسک ها لغت هایی رو تولید میکنن، جمله هایی رو تولید میکنن که این جمله ها توسط پروسسور یا مایکرو پروسسور تبدیل به کد مورس میشه و اون کد مورس مخابره میشه به اجزای متحرک یا اکچوئیتوری که در واقع در سطح ماسک وجود دارن. یه بخش دیگه مهم این کار همین بودش که ما چجوری میتونیم یک المان سنتی ایرانی رو در واقع استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم با تکنولوژی‌های جدیدی مثل روباتیک و هوش مصنوعی تلفیق بکنیم و بتونیم یک ایده جدیدی برای ارتباطات بین زنها بیان بکنیم. برای من جالب بود که خیلی سریع این عرصه رو بتونم بستش بدم به طراحی لباس و فشن، در واقع چیزهایی که ما میپوشیم و نه تنها اون، بلکه بتونیم به عرصه طراحی سنتی و طراحی اشیایی که در واقع در اطرافمون هستن حتی بست بدیم. ترم اولی که در واقع دانشگاه رفتم اینجا تقریباً 10 سال پیش میشد، یک ایده ای رو بردم سر کلاس و یکی از استادام گفت خب این ایده خیلی خوبه ولی برو بسازش. من خیلی خوب یادمه که اون لحظه دقیقاً حتی نمیدونستم باید از کجا شروع بکنم. من نمیدونستم که شاید به عنوان یک زن میتونم با ابزارالات بزرگ، ماشینالات بزرگ، حالا با روباتیک آرم یا در واقع ربات‌های بزرگ بتونم کار بکنم. ولی یادم اون ترم خودم رو در واقع توی ورکشاپ پیدا کردم و از صبح تا شب فقط داشتم میساختم و یاد میگرفتم که با این ماشینالات بتونم چجوری کار بکنم. این اون جایی بودش که من احساس کردم من هویت اصلی خودم رو پیدا کردم. این اون فضایی بود که داشت به من قدرت میداد و من احساس میکردم خیلی از سوالها و خیلی از نگرشهایی که من به عنوان یک زن از خودم داشتم داشت تغییر میکرد و اون چیزی که من خیلی علاقه داشتم تو خودم پیدا بکنم داشت رشد میکرد. امیدوارم بتونم این رو به گوش نسل بعدی زنان و دختران ایرانی هم برسونم که فرای اون چیزی که جامعه از شما میخواد، خانوادتون از شما میخواد و یا حتی خودتون از خودتون انتظار دارید، بتونین فرای اون انتظارات آرزو بکنین و در واقع به سمت اون آرزوها پیش برین و استمرار داشته باشین توی اون مسیری که دارین و هر کاری رو که دارین انجام میدین، هر نوع مسئولیتی رو در جامعه، در خانواده وقتی دارید انجام میدید، اون مسئولیت رو با اعتماد به نفس و اقتدار انجام بدید. من معتقد هستم که این اون چیزی هستش که نسل بعدی ما رو میتونه در واقع به جاها و موفقیت‌های بزرگتری برسونه. در 40 سال گذشته و پس از انقلاب ایران، بسیاری از نویسندگان زن ایرانی که بعضی از آنها به اجبار از سرزمینشان جدا شده بودند، ایرانی را برای مخاطبان غیر ایرانی به تصویر کشیدند که از آن خاطره داشتند. آصفه برات به سراغ چند نویسنده زن ایرانی رفته که آثارشان بعد از انقلاب در کشورهای مختلف منتشر شده. زنانی که از تحولات ایران پنجره‌ای به روی جهانیان باز کردند. دور از دیار، شهرزادهای قصه از زادگاهشان می نویسند. نویسنده های زن ایرانی که به زبانهای خارجی درباره ایران می نویسند، در اروپا و آمریکا شناخته شدند. کتابهاشون برای خواننده غربی یا کسایی که مثل من هیچ وقت ایران نبودن و فارسی زبان اولشون نیست، تصویر متفاوتی از ایران نشون میدن. مثل رمان فروشگاه لوازم التحریر تهران، اثری از مرجان کمالی که بخشی از آن در بحبوحه کودتا علیه مصدق شکل می‌گیرد و نابرابری‌های جامعه را آشکار می‌نماید. من در ایران بین 2 سالگی تا 5 سالگی زندگی کردم و دوباره بین 9 سالگی تا 10 سالگی. وقتی که داشتم تو آمریکا بزرگ می‌شدم،
هر چیزی که در میدیای اینجا بود، تلویزیون، فیلم، کتاب درباره ایران، تقریبا فقط یه چهره ایران رو نشون میداد و یه چهره ایرانی ها رو نشون میداد. من میخواستم چیزای معمولی مردم ایران رو نشون بدم، رابطه‌شون رو با هم دیگه، رابطه یه مادر رو یه دختر، یا دوتا جوونی که عاشق همن، یا یه مغازه دار و یه خانومی که عاشق کتابه. این چیزای معمولی، این چیزایی بود که وقتی که دربارش می نویسم و خواننده ها می خونن، خواننده های آمریکایی کمی تعجب بکنن، میگن که پس اینا که عین ما هستن. داستان‌های نایری نهاپتیان در هر 5 کتابش در ایران اتفاق می‌افتند. سفری خیالی به کشور بچگی‌هایش و آشنایی با آن از طریق رمان پلیسی که طعم نوستالژیک دارد. زمانی که کتاب اولم کی آیت الله کانونی رو کشت منتشر شد، من اولین و تنها نویسنده ایرانی در تبعید بودم که رمان پلیسی نوشت که داستانهاش در ایران اتفاق می افتاد. دلیلش هم این است که نویسنده‌های ایرانی به طور سنتی داستان و شعر می نویسند. البته در رمان‌های پلیسی من هم داستان هست و هم شعر. به نظر من رمان پلیسی ضد سیستم است و یکی از ویژگی‌هایش انتقاد از جامعه است. از طرف دیگر فکر می‌کنم نوشتن درباره ایران و استفاده از ژانر پلیسی و تحقیقی برای من یک حالت روانکاوی دارد. من در ایران و در یک خانواده ارمنی به دنیا آمدم و تا 9 سالگی زبان اولم فارسی بود. ولی یک سال بعد از انقلاب اسلامی با مادرم از ایران آمدیم پاریس و برای من همیشه سوال بود که چرا باید تبعید می‌شدیم و چرا پدرم 6 سال در ایران ممنوع خروج شد. این ترومای بزرگی برای من بود و در رمان آخرم عشق به سبک مارینا ام تلاش می‌کنم جواب همین سوال‌ها را پیدا کنم. رویا حکاکیان تحولات سیاسی دوران انقلاب را در زندگی نامش از دیدگاه نوجوانی یهودی که در تهران زندگی میکرد بیان میکند. آدم های معمولی از جمله من، موقعی که شروع میکنیم راجع به زندگی خودمون حرف بزنیم، از زندگی خودمون داریم استفاده میکنیم که یه قصه بزرگتری رو توضیح بدیم. خیلی برام مهم بود که بگم برای زنا چه اتفاقی افتاده بود، زندگی زنا چطور پیش و بعد از انقلاب متحول شد. تلاشم رو کردم که از همه این موضوعی قصه های شخصی و موضوعی کناری استفاده بکنم که قصه ایران رو بگم و حادثه تاریخی که اونجا اتفاق افتاده بود. اگه قراره یه سری آدم های مثل من از یه گذشته‌ای که تاریخش دائما در حال پاک شدن داره قرار میگیره حرفی بزنن، الان وقتشه. اگرچه نویسنده های زن ایرانی در غرب کتاب های بسیاری درباره ایران نوشتند، ولی هنوز ورق های سفیدی هست در انتظار پر شدن از ناگفته های دیگر. آصفه برات، بی بی سی. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید با اینکه پزشکی قانونی مرخصی خانم ستوده را تمدید کرده بود، از او خواسته شد به زندان قرچک برگردد. خانم ستوده به علت بیماری چند روزی به مرخصی رفته بود، اما هفته گذشته به زندان برگشت. او که یک وکیل و فعال سرشناس حقوق بشر است، یکی از 100 زن در فهرست زنان سال بی بی سی است. به این مناسبت نعیمی نامجو نگاهی کرده به فعالیت های او. روزنامه نگار، وکیل، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، برنده جایزه های معتبر حقوق بشری. همیشه زمانی که با زنان یا موکلان دیگرم به دادگاه می رفتم، با خودم فکر می کردم که این احتمال وجود داره که بازداشت بشم، اما باز با خود فکر میکردم که نمیشه به دریا زد خیس نشون. نسرین ستوده یکی از شناخته شده ترین فعالان حقوق بشر ایرانی است. آقا جان، خوبه؟ مرسی. شما خوبی؟ مرسی. حالت چطوره؟
بعد از حدود 2.5 سال زندان چند روزی به مرخصی آمد. آن هم بعد از ابتلا به کرونا و روزها اعتصاب قضا. دو حکم 33 سال و 5 سال زندان دارد و به 148 ضرب شلاق محکوم شده. حکمی که به گفته خودش به دلیل وکالت دختران انقلاب برای او صادر شده بود. این حکم با واکنش گسترده جهانی روبرو شد. سال 74 بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس در آزمون وکالت شرکت کرد، اما پشت در کانون وکلا مانده بود و به او اجازه کار داده نمی شد. او از سال 1382 وکالت را شروع کرد، راهی که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. شاید بشود گفت او خودش را وقف پرونده هایش کرد. عناوین پرونده هایی که او وکالتشان را بر عهده داشته گذری مجمل است بر داستان طولانی فعالیت های نسرین ستوده و تلاش هایش برای حقوق زنان، حقوق کودکان، حمایت از زندانیان عقیدتی سیاسی، اقلیت های قومی و تلاش برای لغو اعدام. پرونده هایی که عموماً زیر نگاه سنگین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بوده. در یکی از اولین پرونده های مهمش، وکالت بعضی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را به عهده گرفته بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم یکی از موکلان او بود. پرونده ای حساس که متهمش حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. خانم ستوده همینطور وکالت بعضی از متهمان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را هم به عهده داشت. 13 شهریور 89 به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شد و با حکم محرومیت از وکالت روبرو شد. این مصاحبه بعد از آزادیش از زندان با او انجام شده. اگر که فکر می‌کردم که ممکنه 3 سال رو در زندان بگذرونم، خیلی دچار وحشت می‌شدم. اما وقتی با اون مواجه شدم، وقتی متوجه شدم که باید این موضوع رو باهاش کنار بیام، کاملا حس کردم که آمادم، آماده خیلی بیشتر از اینها بودم و میتونستم ادامه بدم. اما احساس الانم چیه؟ الان من فکر میکنم که از هیچ کس هیچ کینه ای ندارم. در این سالها به خانه اش هجوم برده شده، همسرش بازداشت شده و دخترش ممنوع الخروج و حتی دادگاهی شده. هزینه ای برای یادآوری قانون و تلاش برای اجرای عدالت. نه تنها نسرین ستوده که بسیاری از وکلای ایرانی که پرونده های مشابه میپذیرند با برخورد نیروهای امنیتی و احکام سنگین زندان روبرو شدند. میگوید کاری کرده اند که این طرف و آن طرف میله ها هر دو برایش زندان است. اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات میکنن. بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی 100 بار آرزو کنی برگردی اون تو. بسیاری جایزه های معتبر حقوق بشری هم برای فعالیت هایش به او اهدا شده. دوستان عزیز، وکالت و احیای عدالت امانتی بود که از دیگران به ما رسیده بود. با پروانه یا بی پروانه ما اینو به آیندگان خواهیم سپرد. کارکنان بخش بهداشت و درمان در ایران نزدیک به 1 سال است که در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کرونا هستند. معلمان و کادر آموزش هم از زمان بازگشایی مدارس در خطر بیشتری قرار گرفتند. این گزارش به زنان شاغل در کادر درمان و نظام آموزشی ایران اختصاص دارد که قربانی کرونا شدند، با این توضیح که فقط به تعدادی از آنها اشاره شده. از
خب 100 نفر جلو من جون دادم. ما داریم دونه دونه مریض میشیم، دونه دونه داریم از پا میافتیم، خسته میشیم، پا درد سر درد. خواهش میکنم. زنگ میزنه میگه مامان دلم برات تنگ شده. بعد بچه 4 ساله از کرونا ذهنیتی نداره، فقط میگه که خدا کنه کرونا. وقتی که پرسونل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باشه. فرستادن همه درگیر هستن، اینکه نیرو جانشین هم پیدا نشد دیگه، مجبوریم که بیاییم. امروز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور اتفاق میافتد، رویدادی با 15 میلیون دانش آموز، 1 میلیون آموزگار، معلم، دبیر، هنر. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.